هستم. بنده هدیه حیدری هستم. با کمال افتخار امسال توفیقی شد تا برای اولین بار در جشنواره مجریان و هنرمندان صحنه ایران در کنار شما عزیزان باشم. چند ماه قبل که من در جشنواره ثبت نام کردم، مدام به این فکر می‌کردم که چه موضوعی رو برای اجرای امروزم آماده کنم. موضوعی رو انتخاب کردم، نوشتم، بارها اصلاح کردم و بارها هم تمرین کردم. اما درست وقتی که زمان اندکی تا جشنواره باقی مونده بود، من تصمیم گرفتم که اجرام رو تغییر بدم. چون با افرادی آشنا شدم که درس غیرتمندی بزرگی به هم دادن، بنابراین امروز تصمیم گرفتم که از اونها بگم. بله، امروز میخوام که از اونها بگم. از پهلوانان کوچک ایران زمین، از غیرتمندان خیابانهای این شهر، از همه کسانی که هر روز با بیمهری سر چهارراه دست رد به سینه‌شون میزنیم. شناختی نه؟ بله. امروز میخوام از بچه های کار بگم، از همه کسایی که فقر رو با دستای کوچیکشون احساس کردن. امروز میخوام بگم که من چرا اجرامو تغییر دادم. چون من با زهرای 12 ساله آشنا شدم، دختر بچه‌ای که آرزو داشت روبوش پزشکی قشنگ سفید تنش کنه. همین 2 هفته قبل یک دست لباس قشنگ سفید تنش کردم، اما لباس پزشکی نه، لباس عروس. امروز میخوام از علی 10 ساله‌ای بگم که پدرش قطع نخواست و چون مرد خونه از هر روز میره سر چهارراه کار میکنه و تحقیر میشه. از رضایی که 15 سالش اما هنوز خوندن نوشتن بلد نیست. از فاطمه‌ای که هنوز نمیدونه یک پیتزا چه مزه‌ای داره. از نازنین دختری که هر روز به جای بافتن موهای طلایی عروسکش فقط به یک چیز فکر میکنه، اگه پالهام تا شب فروش داره من چی کار کنم. از احد و اسدی که همین چند وقت پیش به خاطر زباله گردی جونشون رو از دست دادن. امروز میخوام بگم از مهدیه، حسن، مهدی، حسین، ریحانه و همه کسایی که هر روز یک به یک نوبت به نوبت دارن جونشون رو از دست میدن توی همین خیابون‌ها. امروز میخوام بگم از همه کسایی که همسن منن، شایدم خیلی کوچیک‌تر از من، ولی من امروز اینجا روی صحنه و اونها سر چهارراه دارن التماسمون میکنن که گل بخریم، فال بخریم، آدامس بخریم. امروز میخوام بگم که این بچه ها عضو گروه بزرگ نیستن، که حتی اگرم باشن کوچیکن و معصوم و گناهی ندارن. امروز میخوام بگم از خودمون، ما مجری ها، که مسئولیتمون خیلی بالاست در قبال هم‌نوای خودمون، چون ما زبان یک ملتیم و من به عنوان یک مجری نوجوان زبان همه بچه های همسن و سال خودم هستم که اصلا دلشون نمیخواد توی خیابون ها بایستن و کار کنن. امروز میخوام بگم از هممون، ما ایرانی ها، که مسئولیم در قبال هر عشق یک بچه کار، هر گریش، هر حسرتش، هر ناامیدیش، هر بی‌سوادیش، هر بی‌فرهنگیش، هر بی‌گناهیش و هر مرگش. در برابر مرگش مسئولیم، چون ما میتونیم جلوی ترک تحصیل حداقل یک بچه کار رو بگیریم. امروز میخوام از دل این صحبتام حتی یک نفر نجات پیدا کنه، یا حداقل هدفم این باشه که حتی اگر گلشون رو نمیخریم، فالشون رو نمیخریم، اما بهشون بی‌احترامی هم نمی‌کنیم، تحقیرشون هم نمی‌کنیم. ای کاش روزی یک بچه کار این اجرا رو ببینه و بدون یک فردی هست به همسن و سال خودشون که دوستشون داره و از این به بعد میخواد اونها رو نجات بده. آفشار اون افرالا را این مثلا اینجوری اونها را هم میدنه جدا میکنن با میفروشن. آه، دوست داری آشغالا رو جمع کنی بفروشی وقتی بفروشی؟ آره، یه آرزوی بزرگ بکن. چی بکنم؟ آرزو آرزو چی هست؟ آرزو چیه؟